سرنگونی هواپیمای اوکراینی، مقامات حکومتی صبح روز حادثه از علت سرنگونی چه می‌دانستند؟ 6 ماه بعد از حادثه در مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی در کرمان، مادری می‌پرسد چرا پسرم کشته شد؟ و کاهش محدودیت‌های کرونا در بریتانیا با بازگشایی رستوران‌ها و میخانه‌ها. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. حدود 6 ماه پیش ساعت 6:12 صبح پرواز مسافربری شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از باند فرودگاه امام خمینی تهران بلند شد. درست در همان ساعتی که بعضی از خطوط هوایی بین المللی پرواز بر فراز ایران و عراق را به خاطر تنش نظامی متوقف کرده بودند. کمتر از 3 دقیقه بعد دیگر خبری از این هواپیما به زمین نرسید. کمی بعد ساکنان و رهگذران در شعاع چند کیلومتری صدای انفجاری مهیب و غریب را شنیدند. هواپیمای تهران کیف با 176 سرنشین سقوط کرده بود. علارغم شواهد و تصاویری که به تایید شاهدان عینی نشان می‌داد به سمت هواپیما شلیک شده، مقام‌های ایران 72 ساعت حقیقت را از مردم ایران پوشاندند. از فرماندهان سپاه گرفته تا رئیس جمهوری، از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تا سخنگوی دولت. هفته گذشته بی بی سی فارسی به یک فایل صوتی دست پیدا کرد که نشان می‌دهد از همان ساعت اولیه مقام‌های هواپیمایی کشوری در تماس با سپاه پاسداران تایید گرفته بودند که یک حمله موشکی انجام شده، اما به دلیل مسائل امنیتی دستور داشتند که چیزی نگویند. جزئیات بیشتر از نعیمه نامجو. یک بلیط هواپیما خریده بودند. 6 ماه از سفر ناتمام پرواز PS752 می‌گذرد، اما سوالاتشان همچنان بی جواب مانده. کسی نمی‌دونه چرا هواپیما تأخیر داشت. کسی نمی‌دونه چرا پروازشون رو کنسل نکردن. کسی نمی‌دونه چرا آسمون رو باز گذاشتن. هواپیما آتیش گرفته. فهرست سوالات در مورد دلیل ساقط شدن پرواز تهران کیف توسط پدافند سپاه و وقایع پس از آن بسیار طولانی است. مقامات ایران ابتدا نگفتند که علت سقوط هواپیما شلیک موشک بمب بوده. شهناز مرتب که برادرزاده‌اش آروین مرتب و همسر او آیدا فرزانه در این حادثه کشته شدند، میگوید اولین اظهارات مسئولان برایش تردید برانگیز بوده. رئیس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد به خاطر نقض فنی و بلافاصله بدون کوچکترین تحقیقی، اولین چیزی که من به ذهنم خطور کرد گفتم واقعیت نداره. مقام های ایران بعد از چند روز فشار بین المللی گفتند که هواپیما هدف قرار گرفته بوده. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشه. هفته ها میگذرد، اما ایران همچنان در فرستادن جعبه های سیاه هواپیما به کشوری که توانایی استخراج داده ها را داشته باشد تعلل میکند. کمتر از 10 روز پیش غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران گفت برخلاف قواعد این سامانه پدافند نه برای شلیک اول و نه شلیک دوم که 26 ثانیه بعد رخ داده از شبکه پدافند اجازه شلیک نگرفته. بر اساس گفته های دادستان نظامی تهران، اپراتور جهت شمال را اشتباه گرفته بوده و سیستم جهتیابی رادار خطای 105 درجه ای داشته. آقای ترکی گفته 3 نفر در رابطه با سرنگونی هواپیما در بازداشت هستند. اما کارشناسان میگویند مهمترین سؤالی که مقامات ایران باید پاسخ دهند این است که چرا آسمان کشور بعد از حمله به پایگاه آمریکایی‌ها در عراق و در حالی که نگرانی از اقدام تلافی جویانه آمریکا وجود داشت بسته نشد. ما همه آماده برای پاسخ به این تهدید 52 نقطه‌ای حداقل کاملا شرایط جنگی بود. آن شب قسم می‌خورم هیچ کس نخوابید. جواد سلیمانی که همسرش الناز نبی از مسافران پرواز تهران کیف بود میگوید فایل صوتی ضبط کرده که جزئیاتی را درباره این موضوع روشن می‌کند.
آقای سلیمانی میگوید حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی ایران با او تماس گرفته بوده. در این گفتگوی حدوداً 90 دقیقه‌ای از او خواسته شده مطلبی را از اینستاگرامش حذف کند. نیمه پایانی مکالمه در واقع ایشون صراحتاً گفتن شما یه پست اینستاگرامی گذاشتید اینو پاک کنید. قشنگ با همین لحن و خب بنده هم طبیعتاً پاک نکردم. اما مهمتر از آن این بخش فایل صوتی است که برای اولین بار در اختیار ما قرار گرفته. من این توضیح هم دادم، بیانیه هم دادم، درسته؟ من همون لحظه که 6:30 به من خبر دادن، من 6:35 با سپاه تماس گرفتم که آقا شما حمله موشکی داشتید یا نه، درسته؟ درسته. آقای حاجی‌زاده توضیح داد که بله ما گفتیم نه چون دستور داشتیم. ببین یه سری مسائل امنیتی هست تو کشور. من متوجه نشدم شما با آقای حاجی‌زاده تماس گرفتید که حمله موشکی داشتید؟ ایشون سرجار حاجی‌زاده تماس گرفتم من، درسته؟ خود آقای حاجی‌زاده هم گفت دیگه، گفت که ما به اینا نگفتیدون چون دستور داشتن. آقای رضایی فر 4 روز بعد از سقوط هواپیما گفته بود به او اطمینان داده شده بوده که موشکی شلیک نشده. بر اساس این فایل آقای رضایی فر دلایلی را برای نبستن آسمان ایران همزمان با شلیک موشک‌های ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق عنوان می‌کند. وقتی که صحبت شد ایشون هدفشون اول اومدن اطلاعات گرفتن از من بود. منتها بنده سعی کردم واقعا بگم بابا جون یه خورده به خودتون بیان، یه تکونی بخورید. ایشون به اینجا رسید که یه جوری خودش رو مثلا مبرا کنه از این اتفاقاتی که افتاده، یه جوری انگاری بین وجدانش و در واقع اون تنظیمات جمهوری اسلامیش یه جنگی ایجاد شد و یه جایی شروع کرد مثلا گفت تصمیم من نبوده، تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده، سازمان هواپیمای کشور ما نمیتونستیم شورای عالی امنیت ملی نبست به این علت که اگر قشنگ گفتن اگر بسته میشد، قشنگ این حرفشون اگه ما میبستیم حمله در واقع ایران به آمریکا لو نمیرفت. حرف به شما میدم الان این فرسون حرف به شما میدم باید فضای کشور لیلیه میشون. شما یه حاجی زاده بخواست حمله موشک کنه تا من اینا میبستم باید عملیات رو نمیدم. بعد از حمله رو میگم آقای جواد سلیمانی میگوید چند روز بعد از این مکالمه از طرف نهادهای امنیتی با خانواده‌اش در ایران تماس گرفتند. او میگوید فایل را با مقام‌های کانادایی به اشتراک گذاشته. صرف نظر از این که این حرف رو آگاهانه زده، غیر آگاهانه زده، در نقض با حرف‌های قبلی ایران هست یا نه، چون این حرف ها از جانب یک مقام دولتی ایران گفته شده و غیر قابل انکار هست، بنابراین یک بار حقوقی جدی برای ایران داره. مفهوم حرف آقای رضایی فر این است که دولت ایران آمدانه و با اطلاع، و وقتی میگم دولت ایران مجموع نظام جمهوری اسلامی ایران، فرق نمی‌کنه چه کسی، آمدانه تصمیم گرفتن که از افراد غیر نظامی به عنوان سپر انسانی در یک عملیات نظامی علیه دشمن که امریکا در اینجا بوده استفاده بکنه. این مطابق تعاریف حقوق بین الملل یک جنایت جنگی است، ممنوعه، نمیشه افراد غیر نظامی رو به عنوان سپر انسانی به کار برد. بعضی خانواده ها میگویند در این مدت نه تنها تحقیقات پرونده آنطور که باید پیش نرفته، بلکه به شکل های مختلف تحت فشار حکومت ایران بودند، از احضار و بازداشت تا دخالت در مراسم خاکسپاری. در پرواز 752 به جز ایرانی ها شهروندانی از 5 کشور دیگر حضور داشتند: اوکراین، کانادا، سوئد، افغانستان و بریتانیا. دولت‌های این 5 کشور گروهی برای پیگیری حادثه تشکیل دادند. از صحبت‌های معاون وزیر خارجه اوکراین با ما به نظر نمی‌آید که مذاکرات با ایران به جایی رسیده باشد. فعلا سیگنال‌های ضد و نقیضی مشاهده می‌کنیم که در حد صحبت‌های مقام هاست و در رسانه‌های داخلی ایران منعکس شده. مثلا اظهارات معاون وزیر خارجه ایران منتشر شده بود که می‌گفت تهران حاضر به آغاز مذاکرات با کیفه. ما بلافاصله به وزارت خارجه ایران یادداشتی مخابره کردیم و پیشنهاد آغاز مذاکرات رو دادیم. وزارت خارجه کانادا هم در پاسخ به درخواست مصاحبه ما بیانیه‌ای فرستاد.
کانادا به طور پیوسته خواستار شفافیت، پاسخگویی، دادخواهی، غرامت و تحقیقات کامل برای کمک به خانواده‌ها برای پذیرفتن این اتفاق شده است. ما فراموش نمی‌کنیم. 8 ژانویه بود که قرار بود برگردن. دولت‌ها و خانواده‌های درگیر می‌گویند اصلی‌ترین خواسته‌شان اجرای عدالت است و از هر اطلاعات و جزئیاتی برای روشن شدن دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی و ابعاد آن استقبال می‌کنند. نعیمه نامجو، بی بی سی. 6 ماه پیش در جریان خاکسپاری قاسم سلیمانی در کرمان بیش از 55 نفر در ازدحام جمعیت و زیر دست و پای دیگران جانشان را از دست دادند. خانواده برخی از قربانیان اما هنوز به دنبال گرفتن پاسخی درباره علت و عامل مرگ عزیزانشان هستند. 3 کمیته‌ای که برای تحقیق در این باره در وزارت اطلاعات، وزارت کشور و استانداری کرمان تشکیل شدند، هنوز گزارشی از علل و مقصران این حادثه منتشر نکردند. کاوه مشکات در گزارشش با خانواده 2 نفر از قربانیان صحبت کرده. 16 سالش بود. زکی مدرسه‌ای بود. میرفت مدرسه. برادر بنده به تنهایی در مراسم شرکت کرده بودند. 6 ماه از دقایقی که نفس 57 نفر در این کوچه گرفت می‌گذرد. آنها برای مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی به میدان آزادی کرمان رفتند ولی هرگز به خانه باز نگشتند. بیش از 200 نفر هم زخمی شدند. برای یافتن پاسخ سوالها باید به شب قبل از حادثه بازگشت. جنازه قاسم سلیمانی با امداد 16 دی ماه به فرودگاه کرمان میرسد. شورای ویژه خاکسپاری از چند روز قبل تشکیل می شود. شورای زیر نظر استاندار و امام جمعه و البته مدیریت فرمانده قرارگاه سارالله سپاه کرمان. از شب قبل همه راه‌های منتهی به این میدان مسدود می شود و تریبون سخنرانی در شرق میدان ساخته. مسیرهای منتهی به میدان آزادی رو از 12 شب قبل از مراسم بسته بودند و اجازه تردد ماشین‌ها رو در این محدوده به کسی نمی‌دادند. نقطه آغاز مراسم میدان آزادی است. میدانی در غرب شهر با مساحت تقریبی بیش از 1900 متر مربع. من مادرشم، با دلم برای سنفری همراه رفتیم. با واحد سوار شدیم، آمدیم به طرف میدان آزادی. واحد تا سراس دیلو بیشتر نمیدون. سراس دیلو پیاده شدیم، تا آزادی پیاده رفتیم. نره هایی که دلش و گونی پیچیده بودن بازرسی شدیم، رفتیم داخل. از هم جدا شدیم، گفتن خانوما برن سمت بهمنیار، آقایون برن سمت استقلال. جمعیت داخل میدون هر لحظه بیشتر میشد تا جایی که حدود 30 دقیقه به شروع مراسم به مرز اشباع رسیدم و بعد من میدیدم مردمی که تو خیابونا بودن سعی میکردن به هر طریقی که میتونن وارد میدون بشن و متاسفانه هیچ نظارتی اون لحظه وجود نداشت و هیچ کس نبود که گیت ها رو ببنده و مانع ورود بیش از حد مردم به میدون بشه. صبح روز سه‌شنبه 17 دی ماه 1398، مراسم قرار است ساعت 10 صبح شروع شود. از صبح زود مردم به سمت میدان حرکت می کنند و هر لحظه جمعیت داخل میدان بیشتر و بیشتر می شود. قرار بر این بود که کامیون حامل جنازه پس از عبور از خیابان‌های بهشتی، شریعتی، میدان شهدا و خیابان شهدا به گلزار شهدای کرمان برسد. مسیری در حدود 7.5 کیلومتر که خیابان باریک بهشتی در ابتدای آن قرار داشت. با پایان سخنرانی حسین سلامی، فرمانده سپاه 2 تابوت را روی کامیون‌ها می‌گذارند و موج جمعیت به سمت خیابان بهشتی به حرکت در می‌آید. کامیون‌ها پس از طی کردن 220 متر به ابتدای خیابان بهشتی می‌رسند.
تمام جمعیتی که توی میدون حضور داشتن دنبال کامیون راه افتادن و سعی کردن که وارد خیابون بهشتی بشن که عرض خیلی کمی داشت و خود خیابونم پر بود از جمعیت. خیابان بهشتی با عرض 20 متر. کوچه بهشتی 2 یا شرکت 38 اولین کوچه خیابان بهشتی است با 8 متر عرض. همون لحظه که ماشین شهدا داشت گذر میکرد، مردم میآمدن تو پیاده رو و این فشاری که به دیواره ها برخورد میکردن باعث شد که یه عده بنده خدا مصدوم بشن. حالا اون قسمتی که بنده بودم یک آپارتمانی بود که وقتی فشار اومد در باز شد، ما رفتیم داخل آپارتمان. سر کوچه هایی که با داربست و بلوک های سیبانی بسته شده بود، جمعیت روی هم میریزن و زیر دست و پا خفه میشن. نفس خیابان میگیرد. جمعیت به سمت اولین کوچه فرعی رانده میشود. شاهدان دیگری از زمین افتادن چند نفر میگویند. ماموران بسیج و امداد دیوار انسانی تشکیل میدهند تا آنها را نجات دهند و جمعیت را منحرف میکنند. راه بسته است و این یعنی آغاز فاجعه. تا اون موقعی که جسدش دیدم دیگه پیداش نکرده بودم، ولی همراهیش اونایی که جان سالم به در برده بودن تعریف میکردن، میگفتن خیلی جمعیت به هم فشرده بوده، هر که میتونست توان داشته از جمعیت میومده بیرون به هر شکلی بوده، به کمک دیگران، بالاخره هر جور بوده میتونسته میومده بیرون، هر کس نمیتونسته زیر دست پا له میشده. برادر بنده به تنهایی در مراسم شرکت کرده بودند و ما تا ساعت 12 ظهر هر چقدر که با تلفن همراهشون تماس می گرفتیم متاسفانه امکان برقراری تماس وجود نداشت. گوشیشو یه نفر دیگه جواب داد، گفتن که گوشی رو پا فلکی آزادی پیدا کرده، گفتن یه متر به جسدا گوشی پیدا شده. این کوچه تنها روایت تلخ این روز نیست. در گلزار شهدا، جایی که قرار بود پایان مراسم باشد، بر اساس گزارش‌های مختلف، فشار جمعیت باعث سقوط داربست‌های لرزان می‌شود. مراسم تشییع پایان پیدا خواهد کرده است و مراسم تدفین به گونه انجام خواهد شد که شاهد حوادثی نباشد. بیمارستان باهنر، بیمارستان پیامبر اعظم و بیمارستان افضلی پور و خیلی بیمارستان های دیگه ای که وجود داشت و ما چند مرتبه گشتیم ولی هیچ اثری از برادرم نبود. دیگه ناچارن شروع کردیم به گشتن خیابونا و مسیرهایی که برای مراسم در نظر گرفته بودن که شاید اونجا بتونیم برادرمو پیدا کنیم. متاسفانه اونجا هم نتیجه ای نداشت. رفتیم طرف به بیمارستان ها پیدا نکردیم، رفتیم پزشک قانونی. به ما ساعت 7:30 عصر بود بعد از نماز مغرب عشا، 7:30 عصر رفتیم اونجا، گفتم نمیشه جسدار ببینیم دیگه. با هزار التماس عکس ازشو گرفتم، از پسر ما 16 سالش بود، بچه مدرسه ای بود، میرفت مدرسه، گفتن عکس نشون بدیم، عکسش نشون دادیم، از رو عکس از جسد گرفتن برای ما آوردن، ما شناساییش کردیم. 6 ماه از فاجعه می گذرد. خانواده قربانیان هنوز پاسخ قانع کننده ای نگرفتند. آنها می گویند آن روزها توجه رسانه ها به حادثه هواپیما بود و آنها فراموش شده بودند. واکنش مسئولان به این حادثه به نسبت تبلیغاتی که در روزهای پس از کشته شدن قاسم سلیمانی شده بود کم رنگ بوده.
بعد از این حادثه سه کمیته تحقیق در وزارت اطلاعات، استانداری کرمان و وزارت کشور تشکیل شد، ولی مشخص نیست چرا با گذشت 6 ماه این کمیته ها گزارشی منتشر نکردند. در این مدت به گفته خانواده قربانیان دادگاهی تشکیل شده و در آن از آنها خواسته شده بین عنوان شهادت و گرفتن دیه یکی را انتخاب کنند. توی دادگاه یک سری فرم در اختیار ما گذاشتن که توی اون فرما از ما خواسته شده بود که شکایتمون رو پس بگیریم و به هیچ عنوان درخواست غرامت نکنیم و به صورت شفاهی به ما گفتن که اگر کسی این فرم ها رو پر نکنه و امضا نکنه عنوان شهادت رو ازشون پس میگیریم. و وقتی که سوال کردیم که خب مطالبه حق ما چه ربطی به عنوان شهادت داره، هیچ جوابی به ما ندادن. سوالی که اون لحظه تو ذهن همه ما شکل گرفت این بود که خب چه تفاوتی هست بین خانواده‌ای که عزیزانشون رو توی حادثه تشییع حاج قاسم سلیمانی توی کرمان از دست دادن با خانواده‌ای که عزیزانشون رو تو حادثه منا در عربستان و یا حادثه هواپیمای اوکراینی از دست دادن وجود داره، چرا که هم عنوان شهادت به اونها تعلق گرفت و هم که به اونها غرامت داده شد. همچنان سوال‌های زیادی مطرح است. سوال‌هایی مثل اینکه چرا خیابان کم عرض بهشتی و شریعتی برای این مراسم انتخاب شده بود؟ چرا کوچه بهشتی 2 با بلوک سیمانی بسته بوده؟ و اینکه مسئولیت این حادثه به عهده چه سازمان یا افرادی است؟ و چندین و چند سوال دیگر. این روزها ظاهراً همه چیز اطراف میدان آزادی و کوچه بهشتی 2 آرام است. و حالا بعضی از خانواده قربانیان با شهید نامیده شدن عزیزانشان راضی‌اند. قربانیان خیلی پذیرفتند که اینا با شوق ذوق شوق خاصی رفت که دیگه اتفاق هم افتاده بود. هر کسی یک قسمتی دارد. من قسمت چی بود توی رابرم. سعادت داشتم. ما خود مولان که توی حادثه بودیم. ولی ما جان سالم در بردیم. آخر هر کسی لیاقتی میخواهیم. ما لیاقتی نرسیم. بچه من داشتیم. یه اتفاق که خود ما رفتیم با دست خود دشت جنازه اتفاق برای اونو. دیگه همین دور به کارا بنده پیش هستن دارن. زیر سازی میکنن که سنگار بگذارن. همین یه سنگاشی که بذارن انشالله پرونده اون ولی تعداد دیگر هنوز به دنبال محاکمه مسئول این فاجعه اند. جدای از بحث غرامت که خب حق طبیعی و مسلم خانواده‌های داغ دیده هست، قطعا خواسته اصلی ما اینه که مسببین این حادثه شناسایی بشن، معرفی بشن و با اونها برخورد بشه تا انشالله ما در آینده شاهد اتفاقات مشابهی نباشیم. کاوه مشکات، BBC. محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا در بسیاری کشورها کاهش یافته و انگلستان هم از این قاعده مستثنا نیست. 6 ماه پس از شروع همه‌گیری کووید 19، شنبه گذشته با بازگشایی بیشتر مشاغل و اماکن عمومی، انگلستان هم کم کم به حالت عادی برمی‌گردد. جزئیات بیشتر از آناهیتا شمس. لحظه شماری برای باز شدن رستوران‌ها، کافه‌ها و بارها به پایان رسید. امروز 4 ژوئیه با کم شدن محدودیت‌های رفت آمد در انگلستان بارها باز شدند. پس از بیشتر از 3 ماه رستوران‌ها هم باز می‌شوند، مشروط بر رعایت دستورالعمل‌های ایمنی. صف بستن خارج از رستوران، ترجیحاً رزرو کردن رستوران‌ها از قبل که ازدحام ایجاد نشه، 1 الی 2 متر فاصله رو ایجاد بکنیم که میزهامون هم لخت گذاشتیم، هیچی روش چیدمان نشده طبق قوانین. سر میزهایی که قراره غذا گذاشته بشه از قبل منوها رو اومدیم منوهای کاغذی دیسپوزیبل و قابل دور انداختن گذاشتیم که کسی اگه دست میزنه بندازنش کنار. قاشق، چنگال، چاقوها همه استریلیزه شده هست. نمک، فلفل، سس‌ها همه به صورت سشه‌های قابل دور انداختن و یک بار مصرف میادش.
مشتریان هنگام ورود به میخانه یا رستوران باید مشخصات خود را به کارکنان ارائه دهند تا در صورت مشاهده مورد مثبتی از ویروس در آن مکان با آنها تماس گرفته شود. از این پس فاصله گذاری اجتماعی در انگلستان از 2 متر به 1 متر تغییر می‌کند. اما در اسکاتلند و ولز همچنان مقررات فاصله گذاری 2 متر اجرا می شود. در ماهای گذشته موهای بلند و نامرتب شده بود یکی از نشونه های در قرنطینه موندن. اما امروز آرایشگاه ها هم در سطح انگلستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی باز شدن و تنها با گذشت ساعاتی از روز بیشتر صندلی های این آرایشگاه ها پر شدن. آرایشگاه ها یکی از اصنافی بودند که با بحران بیماری کووید 19 ضربه شدیدی به آنها خورده شد. ما شکل سالن رو کاملا تغییر دادیم تا صندلی ها با فاصله حداقل 1 متری هم باشن و آرایشگرها هم ماسک دارن و پیشبندهای یک بار مصرف می پوشن. همه کارکنان قبل از امروز باید یک دوره آنلاین رو میگذروندن که درباره همه گیری و راه جلوگیری از شیوع بود. سینما، موزه، گالری ها و مراکز مذهبی هم در انگلستان درهایشان را به روی عموم باز کردند. مراسم عروسی هم با حضور تنها 30 نفر در صورت رعایت فاصله گذاری امکان پذیر است. اما خواننده ها هنوز اجازه ای اجرا ندارند. طبق مقررات جدید، خانواده ها و دوستان می توانند تا 6 نفر همزمان با رعایت فاصله گذاری داخل یا بیرون از خانه به دیدن همدیگر بروند. آنایتا شمس، BBC. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا 1 هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.